همراه هستیم با علی مصلح، روزنامه نگار و منتقد سینما. آقای مصلح، وقت شما بخیر. از این اعتصاب بیشتر به ما بگید. اتحادیه بازیگران هالیوود با هزاران عضو، چقدر اعتصاب این تعداد بر صنعت سینمای هالیوود تاثیر میذاره و تولید فیلم و سریال رو با بحران مواجه میکنه؟ ببینید، در واقع فقط متوقف شدن تولیدات فیلم نیست. از دو ماه و نیم پیش که انجمن نویسندگان آمریکا، در واقع فیلم نویسان، اعتصاب کردن، تعدادی از این پروژه‌ها هم در تلویزیون هم در سینما متوقف شده بود. مسئله‌شون دستمزد، همونطور که گفتید، یعنی الان یک بیانیه‌ای داده انجمن بازیگران، گفته که این سرویس‌های استریم مثل نتفلیکس و آمازون یک فضایی به وجود آوردن که مثل در واقع گیگ اکانومیه، یعنی بازار کار مبتنی بر قراردادهای کوتاه مدت. یه بخش اینه، یه بخش دیگه دقیقا عین فیلمنامه‌نویسا نگران استفاده از هوش مصنوعی هستن. درباره فیلمنامه‌نویسا اینطور بود که میگفتن که حتی اعلام شده ممکنه که یک سری ایده بدن به هوش مصنوعی فیلمنامه بگیرن. الان درباره بازیگرها هم این مطرحه، یعنی دو تا محور اصلی داره: دستمزدها و کسب و کار و مسئله هوش مصنوعی. اتفاقی که میفته علاوه بر توقف تولید فیلم‌ها، تمام رویدادهای سینمایی پیش رو احتمالاً از بین میرن. جشنواره‌های مهمی مثل ونیز و تورنتو قرار برگزار بشن در خارج آمریکا، در داخل آمریکا هستن. بعد میرسیم تازه به جوایز سینمایی آمریکا، یعنی گلدن گلوب و اسکار. در سال 2007، نوامبر 2007، وقتی فیلمنامه‌نویسان هالیوود این کار رو کردن، گلدن گلوب برگزار نشد در اوایل 2008 و اسکار هم ممکن بود برگزار نشه، که در آخرین لحظات مذاکره کردن و حل شد. الان دقت کنید که دو صنف اضافه شدن. همونطور که گفتید، انجمن بازیگران آمریکا 160 هزار عضو داره. شاید که نه بزرگترین، میشه گفت، اتحادیه سینمایی و تلویزیونی هالیووده. بنابراین اگر این اتفاق بیفته، فکر میکنم این بحران ابعاد خیلی عظیمی خواهد داشت. ضمن اینکه علاوه بر اینکه 30 و چند ساله که بازیگران اعتصاب نکرده بودن، از سال 1960 بی سابقه است که فیلمنامه‌نویسان و بازیگران همزمان اعتصاب بکنن. و من فکر میکنم با توجه به اینکه در هفته ها و ماه های اخیر چند تا از فیلم های خیلی بزرگ هالیوود فروش در واقع قابل پیش بینی، بر اساس پیش بینی نداشتن، میشه گفت که واقعا الان صنعت سینمای آمریکا وارد یک بحران عجیب و غریب و کم سابقه شده. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه.